در فضای آسمان این دل قفلت زده من است که جولان می کند و هی این طرف و اون طرف می گردد و جای برای سعادتمندی خود نمییابد. جای برای سعادتمندی خود نمییابد. اما انگار در گوشم فرشته زمان ندا کرد و گفت اگر میخواهی به آسمان معنویت عروج کنی و سفر داشته باشی باید دلت از همه حوثهای دنیایی پاک باشد به بارگاه الهی اگر میخواهی شرف یاب شوی باید تمیز و پاکیزه و از همه آلودگی ها پاک و بی آلایش باشی بنده خوب خدا چگونه میخواهی در پیشگاه حضرت رب العزت و حاضر شوی در حالی که این تنس خصیف و خسته از گناه و رنجور از گناه و پلیدی که داری در پیشگاه الهی این را راه نیست قدم میگذاری در پیشگاه حضرت حق با دل پر از امیدواری با دل پر از عشق با دل پر از مناجات با خدا و با قلب مالاوال از حب و عشق به پروردگار مهربان خدای متعال به حضرت موسی گفت اون بنده ای که مرا دوست دارد همه اعمال و کردار خود را برای من خالص می کند اون گاست که به سوی من می آید و ندا می کند و من او را لبیک می گویم خدایا مناجات کنان به دنبال لبیک تو هستیم و می خواهیم صدای لبیک تو را بشنویم در برنامه فصل نیایش در ششمین سحرگاه ماه شریف رمضان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند جان و جهان به نام خداوند بخشنده مهربان با یاد و نام حضرت حق آغاز می‌کنیم و تنها از دستان با برکت او طلب مغفرت و استمداد میکنیم ارز سلام و ادب ارادت داریم و پیشگاه اقدس و نورانی محمد و آل محمد علیهم صلوات الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام و ادب و ارادت دارم و پیشگاه همه شما هموطنان نازنین شما سرخیزان ارجمندان شما خوبانه که در ششمین ایستگاه عاشقی برنامه فصل نیایش در ششمین سحر ماه خوب خدا ماه مهربانی ماه رحمت و برکت با برنامه فصل نیایش همراه و همدم هستید الهی که همه حاجات شما به اجابت برسد و همه دعاهای شما مقرون به اجابت پروردگار باشد ما هم دعا میکنیم خدایا خدایا در چنین سهرگاهان اونهایی که التماس دعا گفته از خدایا به حق محمد و آل محمد به حق پاکان عالم دعایشان را قبول فرما و به هدف اجابت برسان اونهایی که درد دارن اونهایی که مریضی دارن اونهایی که گرفتاری دارن اونهایی که مریضی فقر و پلاکتی و مشکلات خانوادگی و مشکلات بدهی و قرضداری دارد خدای خودت با دستان ستار الانوبیت اونها را برطرف بفرما آمین یا رب العالمین در ششمین سهرگاه یا عاشقه فصل نیایش می که در همین لحظه از زمان و همین آغاز برنامه سهری تقریبا که هست در این اوقات فرح بخش و نورانی این نکته قشنگ را برای شما خوبان عرض بکنم خیلی حکایت زیبا و قشنگی است میخوام که در لباس داستان حکایت برای شما تکه های قشنگی را بگویم که اون هم کوتاه باشد و شما هم خسته نشوید من میخواهم از روی کتاب بخوانم تا اینکه بیشتر این حرف من ارز کنم که در دل شما اثر داشته باشد چون من از خود آیات روایات برای شما میخوانم روز حضرت یحیبن زکریا شیطان را دید و گفت هیچ وقت بر من مسلط شده ای اگرچه به یک کلمه یا یک حرف باشد که بیجا گفته باشم یا با گوشه چشمی به نامحرم نگاه کرده باشم یا در دلم خیال معصیتی کرده باشم شیطان گفت نه تو از افراد نیستی که من بتوانم بر تو مسلط شوم چنان که خداوند در قرآن میفرماید این عبادی لیس لک علیهم سلطان ای شیطان تو بر بندگان خالص من تسلط نداری یحیی فرمود راستش را بگو شیطان گفت یک وقت است که من خیلی از تو خوشم می آید یا گفت آن وقت چه وقت است؟ شیطان گفت تو گاه زیاد غذا می خوری و همین تو را از بعض عبادات باز می دارد یا گفت با خداوند متعال عهد کردم که دیگر تا آخر تا آخر عمر غذای سیر نخورم شیطان گفت من هم عهد کردم که دیگر به مؤمن سخن راست نگویم و او را نصیحت نکنم آنگاه شیطان از نزد یحیی رفت و ناپدید شد سهرگاهان لحظه های اجابت است لحظه های عاشقی و شیدایی است لحظه است که باید ما دل و جان خود را به خدا بسپاریم و شیطان را از خود با اعمال نیک با کردار نیک با قرائت قرآن با صدقه با امداد به مردم انشاالله دور بکنیم یک میان برنامه بسیار زیبا آماده پخش است همه با هم میبینیم بعد در محضر شما عزیزان هستیم یادتان باشد که ششمین سهرگاه عاشقی ماه مبارک رمضان و بیننده برنامه فصل نیایش هستید رازی دل گفتن رازی دل گفتن با کس نباید گفت مگر با خدا مگر در خلوت مگر در تنهایی مگر با محبوب حقیقی مگر با حضرت رب العالمین راز دل گفتن نباید گفت مگر با خدا مگر از سویدای دل مگر با راز نیاز دعا راز دل گفتن نباید گفت مگر با حضرت رب العالمین تاعت و عبادات همه شما عزیزان قبول باشه انشاءالله که مورد رحمت و مغفرت الهی همه ما قرار بگیریم در چنین لحظه ها شمایی که در سر سفره با برکت سهری نشسته اید و هم دارید که از اون غذاهایی که خداوند رزق و روزی شما خوبان کرده است دارید تناول میکنید و برای یک روز روزداری خود را رو آماده میکنید خودش هم کار بسیار نیک و مبارک است در نفس خود و زمنان یا این که برنامه سحری فصل نیایش را نگاه می کنید دست ببرید به آیات کلام حق و پرتوفشانی انوار الهی را در خانه های خود داشته باشید با ذکر دعا و مناجات و راز نیاز این قلبی که در آن خدا جا میگیرد قلبی است که از سویدای دل خدا را میخواند. اون اونجایی که حضرت رب العزت والارباب به حضرت موسی فرمود ای موسی مگر میدانی مگر میدانی من کی صدای بندگان خود را بیشتر اشتیاق دارم و میشنوم حضرت موسی گفت بار الله ها من نمیدانم خداوند متعال فرمایش کردند و گفتند ای موسی زمانی که بنده از سویدای دل و از عمق قلب و پشیمان بیاید در درگاه من و من را بخواند من این ناله را این ناله را از همه ای که آنچه در آسمان و زمین است دوست دارم اینجا نگاه کن در یک روایت دیگه هم هست که خداوند متعال به یک از پیغمبران خود وحی می کند من چند چیز را خیلی دوست دارم من افتخار می کنم یعنی کیف می کنم البته این تعبیر من هست ولی خدا میگوید که من مباهات می کنم به چند چیز اول به کسی که در یک دشت بیابان هست در یک جای هست راه می رود در یک صحرای شناور در یک صحرای بسیار بی آب و علف در یک صحرایی که هیچ نشانه از آبادی و آب و آزوقه و این چیزها نیست اما هنگام نماز فرا میرسد اونگاه هست که هنگام نماز فرا می رسد و صدا و ندای ازان را سر می دهد و برای خدا به نماز می ایستد من این بنده را دوست دارم و به او مباهات می کنم دومین کس اون جوان است که با دل پاک عاشق و شیفته خدا است، گناه کرده است ولی بله جوان است گناه کرده است شهوت او بسیار غلبه و زیاد شده است و قلیان کرده است همه ما این گونه هستیم گناه کرده است ولی بله در پیشگاه الهی می نالت و میگوید خدایا من را ببخش من این ناله را خیلی دوست دارم که خداوند متعال فرمودند که انی احب و من دوست دارم این ناله گناهکاران را سرخیزان و سر بیداران ارجمندان شمایی که عاشق و شیفته پروردگار هستید شمایی که عاشق و شیفته ماه خدا هستید شمایی که عاشق و شیفته سهرگاهان ماه رمضان هستید شمایی که راز دل را فقط با خدا میگویید شمایی که وقت دعا میکنید ما رو هم از خیرتان بی نصیب نمی گذارید و ما را هم در دعایتون شریک قرار میدهید. الهی الهی هر حاجت و هر گرفتاری و هر مشکل و هر غم و غصه ای که بندگان تو داشته باشد خدایا به حق پاکان عالمت خدایا ببخش و حاجات همه حاجتمندان را حاجت روا گردان و دعاهای همه اینها را به آسمان اجابتت پروبال و پرواز بده. یکی از بخش های بسیار مهم و بسیار خوبه که ما همه روزه عشق میورزیم به این بخش بخش خلوت اونس هست در برنامه فصل نیایش و سر میزنیم و سلام میکنیم و هر سهر گلگفته به ما هم دارد نامش سید عبدالکریم هست بله عبدالکریم خدایا ما بنده تو هستیم و حالا هم داریم با عبد کریم یعنی با عبد و بنده ای تو صحبت میکنیم وقتی که در پیشگاه بنده ای خدا هم حاضر شده و خواستی صحبت کنی اون هم عبد کریم اگر خواستی صحبت کردی بسیار خاضعانه و متواضعانه با او صحبت کن جناب استاد سید عبدالکریم حسینی ساجدی به شما سلام عرض میکنم سحر بخیر میخواییم که از شرح دعای ابو حمزه سومالی در این سحرگاه باز هم از کلمات ناب شما استفاده بکنیم ما هم مثل بینندگان محترم سخنان ارزشمند شما استاد بزرگوار را گوش میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل به ولی فرج در ششمین سهر زیافت الهی از برنامه وزین سهرگاهی فصل نیایش مهمان سفرهای پرنور سهر سحر شما هستیم حضرت امام آبدان و زینت ساجدان در بخش دیگری از دعای ابو حمزه سمالی به مقدس پروردگار ارزه می دارد للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء واجترا عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا رب يا رب يا رب يا رب امام سجاد ارزه می دارد خدایا کسی که با تو در جنگ است کسی که جرأت بر گناه می کند کسی که نافرمانی می کند آیا میتواند از دائره حکومت تو دور شود و لا یمکن الفرار من حکومتک مگر در دعای کمیل همین را به ساحت پروردگار امیر المؤمنین ارزه نمی دارد کجا برم گناه بکنم و معصیت بکنم که از دائره حکومت تو خارج باشد این روایتی که الان محضر شما می خانم خیلی روایت فوق العاده است از وجود نازنین حسین ابن علی علیه والسلام که حضرت عرض کردن کسی نمیتواند در مقابل گناه مس طاقت بیارد و معصیت میکند نصیحتی بکن حضرت فرمود افعل خمسه اشیاء و اذنب ما شئت پنج کار را بکن بعد هر چه دلت میخواد انجام بده فا اول ذالک لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت اول اینکه رزق خدا را نوشی جان نکن و هر قدر میتونی گناه بکن و ثالث اخرج و اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت دوم اینکه از ولایت خدا و از محدوده خدا خارج شو و اذنب ماشد هر کاری دلت هست بکن و الثالث و اطلب موعظا لا یراک الله و اذنب ماشد یک جایی را برای گناه انتخاب کن که خدا تو را نبیند اون وقت هر کاری دلت خواست انجام بده و رابع اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك و اذنب ما شئت چارم این که وقتی ملک الموت سراغ تو آمد که قبض روحت بکنه با دست عقبش بزن و او را از خود دور کن اون وقت و اذنب ما شئت اگر میتونی هر کاری که دلت میخواد انجام بده و هر گناهی که میتوانی مرتکب شو والخامس اذا ادخلک مالك فی النار فلا تدخل فی النار و اذنب ماشعد حسین ابن علی علیه, علیه السلام والسلام میفرماید پنجمین چیزی که اگر توانش را داری انجام بده و اون وقت هر چه دلت میخواهد گناه بکن بکن و این که ببین میتونی اگر تو را داخل جهنم انداختن تو از جهنم فرار بکنی اگر چنین توانی داری هر کاری دلت میخواد انجام بده کدام ما این پنج چیز را توان داریم یارب مگذار که از درت دور شوی یارب مگذار که از درت دور شویم دور از ره عشق و وادی تور شویم یارب مددی کن که به فردای حساب با مهر علی و آل محشور شویم السلام علیکم و رحمت الله از گوش دل و جان نوای دلنگیز می شنویم نوای دلانگیز ما را فرا میخواند نوای عاشقی نوای شیدایی بانگ سروش بانگ بیداری هر سهر ما را فرا میخواند ای بنده غافل برخیز از خواب ناز آماده کن خود را شرفیاب شو به ساحت حضور حضرت حق آماده شو با خدا صحبت کن با حضرت حق درد دل کن چرا خوابیده ای چرا غافلی زمان می گذرد برخیز می گذرد این لحظات پروبال بگیر این شانه های پر از گناه و معصیت که پشت ما خم شده است از گناه و معصیت در همین لحظات فرصت هست بیا با خدا صحبت کن با خدا راز دل کن با خدا بگو از او بخوا او میخواهد که همه مشکلات را برطرف کند او حلال مشکلات هست او ستار العیوب هست او غفار الزنوب هست او خداوند بزرگ و مهربان هست که گفته است اگر بنده بیاید و من را بخواند من او را لبیک میگویم خدایا هر سحر میآیم هر سحر می آیم دنبال لبیک که تو هستم اما تا هنوز این گوش ناشنوای من که از گناه و معصیت کر شده است سمون بوکم گردیده ام تا هنوز لبیک که تو را نشنیده ام چه بسا بندگانی بودند در سهرگاهان ماه رمضان لبیک که خدا را شنیدند چه بسا بندگانی بودند که خدا را عاشقانه خواندند اما بانگ و ندای سروش آسمانی را شنیدن اما من تا هنوز ندای آسمانی تو را نشنیده ام قرآن هر سهر ما را دعوت می کند یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید لابد ایمانم آنگونه ایمانی که من را به ساحل نجات برساند آنگونه ایمان نیست خدایا آنچنان ایمانی به ما عنایت کن که ما را به ساحل نجات به ساحل رستگاری برساند آمین یا رب العالمین آرزومندم که این ماه مبارک را بر ما خیر و برکت و ماه اف از گناهان ما قرار بدهد. خداوند این ماه مبارک رمضان را ماه بخشش گناهان همه ما و امات همه مسلمین قرار بدهد. رمضان یک تحول تحولی از خیش به او از منیت به آدمیت از بی به مسئولیت مسئولیت انسان شدن آسمانی شدن خدایی شدن پیدا کردن گم های درون گم هایی که اگر بشناسیم و پیدا کنیم واژه اشرف مخلوقات را درک کردیم و فهمیدیم ای پناهگاه هم در هنگام غمزدگی و ای دادرس هم در هنگام سختی و دشواری به درگاه هزاری کنم و به تو استغاثه کنم و به تو پناه آرم و به جز به تو به هیچ دیگری پناه نبرم یارد دل وای ما را دریاب ما را نبود تحمل رنج و عذاب امشب در لطف رحمتت را وا کن یا رازق میشا به غیر حساب <سحن> انشالله که در سهرگاه های ماه مبارک رمضان ما و شما از جمله بندگان خوب و شایسته خداوند باشیم سهرگاهان ماه مبارک رمضان یگانه فرصتی است برای ما و شما که عمل ما و کردار ما و گناهان ما بخشیده شود و درهای رحمت خداوند متعال در این وقت مبارک بر روی همه بندگانش باز هست انشالله که همه ما مورد غفان و رحمت قرار بگیره. ببخشا ای همه آگاهی من گناهم را به خاطر خواهی من الهی گرچه هستم غرق اسیان پشیمانم پشیمانم پشیمان کاش ای در این رمضان لایق دیدار شوم سحر با نظر لطف تو بیدار شوم رسول خدا صلی الله علیه و, و سلم فرمودند برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روز است سرخیزان ارجمندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ چیز در قیامت کفه اعمال نیک انسان را سنگین نمی کند به جز سلوات بر محمد و آل محمد با ذکر سلوات بر محمد و آل محمد لحظه های جان از آن را برای شما سربیداران اعلام می کنم. توجه توجه تا زمان نوای روح بخش و معنوی از صبح به افق کابل 15 دقیقه دیگر زمان باقی است خدایا ای قاضی حاجات ای کسی که از همه دلها با خبری و حاجات همه خستدلان را میدانی و آگاهی و از سویدای دل اونها با خبری مولا امیر مؤمنان علیه و السلام فرمودند دعا و مناجات و پیشگاه الهی قلب انسان را صفا و سیقل می دهد و اعمال انسان را بالا میبرد. برد سرخیزان و ارجمندان به اطلاع شما می رسانم تا لحظه جنبخش و با شکوه از صبح ده دقیقه دیگر زمان باقی است روز داران متدین برای اینکه اطمینان نمایید یک روز را کاملا روزه گرفته اید احتیاطاً چند دقیقه قبل از اذان از صبح امساک نمایید یعنی از انجام کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری ورزید هر که با پاک دلان هر که با پاک دلان صبح و مسایی دارد دلش از پرتو اسرار صفا ای دارد زهد با نیت پاک است نه با پاک ای بس که پاکیزه ردایی دارد هیزم سوخته شمع ره منزل نشود هیزم سوخته شمع ره منزل نشود باید افروخت چراغی که ضیایی دارد باید افروخت چراغی که ضیایی دارد گرگ نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب بره دور از رمه و عزم چرایی دارد مور هرگز به در قصر سلیمان نرود تا که در لانه خود برگ و نوایی دارد سرخیزان ارجمندان به لحظه های معنوی و جانبخش از آن نزدیک میشویم. و همه با هم در این ساعات دقایق دلپذیر دعای مبارک و نورانی سحر را از سویدای دل زمزمه می کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألو سحر خیزانی با ایمان و دلیل مشکل بودن تشخیص دقیق و افق شرعی صبح احتیاطاً چند دقیقه بعد از ازان صبح اقامه نماز نمایید پرده شب دریده می شود با ندای ازان با نوای روحفظای آسمانی ازان صبح به افق کابل